صبح بخیر همیهنان عجمن، هنگام افشار هستم در برنامه رو در رو، 8 بامداد، شنبه 18 از ماه می 2013 میلادی. امیر ما امروز، امیر شهرتی، 5 دقیقه برنامه رو دیر به روی ایرور، چون خب کلیتاش رو گم کرده بود. بیچاره وارتان از خواب بیدار کرد، وارتان اومده، ولی خب بعد کلیدا پیدا شد. به هر حال هر 4 سال یک بار ایرانی ها یادشون میفته که به حق انتخاب دارند، حق رأی دارند، حق رفتن به پای صندوق ها رو دارند، حق انتخابات رو دارند. حالا قبل از اینکه یه بحث کوچکی اونم در مورد نقش زنان در این انتخابات و شرکتشون بگم، اجازه بدین 2 اطلاعیه مهم رو خدمتتون اعلام کنم، بعد بپردازیم به بقیه برنامه. اطلاعیه اول، میدونین که این مراسم بسیار باشکوه دکتر محمد مصدق در لس آنجلس هست و ما نزدیک داریم میشیم به پرده برداری از نام دکتر مصدق در دانشگاه نورث یونیورسیتی در ایلینوی. با همت اساتید ایرانی و با تاییدیه و در واقع تجسس اساتید غربی که این شخصیت یک شخصیت ملی، یک شخصیت بین‌المللی تشخیص دادن و این سالن یا هال به نام Servant of Iran، Servant of People، خدمتگزار مردم، این جلسه در لس آنجلس 3 هفته دیگر خواهد بود، 5 جون در المپیک کلکشن، 5 جون روز شنبه هست، از ساعت 7:30 تا 12 شب. آقای دکتر اکبری، استادی که پشت در این دانشگاه هستن و پشت این قضیه در واقع دارن خیلی همت و کوشش به خرج میدهن، خواستن که هر چی زودتر اگر دوستان زیاد بشن سالن رو از 200 نفر به 200، اگر تا 250 نفر رزرو کنن سالن بزرگتر میتونن بگیرن. خانم رودی بختیارم که یک چهره بین‌المللی خبری است، برنامه گذار خواهد بود و چقدر زیبا این دختر برنامه اجرا میکنه، چون من در واشنگتن بودم در این برنامه، در لس آنجلس هم در خدمت خواهم بود در لس آنجلس و خبر تهیه خواهم کرد از این مراسم. به هر حال در المپیک کلکشن 11301 المپیک بولوارد 204 وست لس آنجلس کالیفرنیا 90064، فکر نمی کنم المپیک کلکشن رو کسی ندونه، شام مفصله. و من در آخرین ایمیل از آقای اکبری شنیدم که مثل که دختر آقای پرویز صیادم دارن تشریف میارن، استنداپ کمدین در انگلیس خیلی معروف هستن و چند سورپرایز دیگر، موسیقی، مراسم به زبان انگلیسی خواهد بود، چون غربی ها هم هستن و میتوانن دوستان غربی خودشون رو هم بیارن. ورودی $250، $100 مخارج و شام و $150 برای کمک. فکر میکنن این آخرین نشست باشه برای جمع‌آوری. البته ما در دالاس تگزاس هم دوستان داریم، سعی میکنیم یک نشستی هم در اینجا بذاریم. مهم نیست که جمع بشه این مبلغ یا نه، برای اینکه اون صندوق در دانشگاه به نام دکتر بنام برای جوانان ایرانی که میخوان تحصیل کنن در اون دانشگاه یک بورسیه‌ای باشه. هر کسی باید حق خودش رو ادا کنه. و در تگزاس هم من با دوستان صحبت کردم، چون آقای اکبری اینجا تشریف آوردن، نشستی داشتیم که در اینجا هم مراسمی داشته باشیم بعد از لس آنجلس. حالا میخواد این مبلغ جمع شده باشه یا نشده باشه، این یک وظیفه ملی است. تلفن هست 773 442 6126 برای رزرو جا، 773 442 6126. و خبر جالبی که دیروز به دستم رسید، کاشت نهال حقوق بشر به نام دکتر محمد مصدق در کلن، در مرکز محله لندنتال، لندنتال شهر کلن، یک پارک بزرگی است به نام حقوق بشر.
جای این پارک و سنگفرش‌های نصب شده که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر روی آن حک شده است. چه زیبا انسان بره در این پارک. این پارک محل تجمع به ویژه خارجی‌ها هستند، به ایرانی‌های مقیم آلمان هم در این شهر تعدادشون قابل توجهه. حق آزادی بیان، حق پناهندگی، حق امنیت اجتماعی، این پارک به این نامه. حق آزادی عقیده و مذهب درست در میان دو سنگ، از این سنگ ها با نام حق آزادی بیان و حق پناهندگی درختی کاشته شده که نام آن به نام حقوق بشر و دکتر مصدق محمد مصدق بر خود دارد. شهردار در آنجا خواهد بود. میگویند این گویا یک درخت ماگنولیاس به زودی گل خواهد داد و یک خانومی به نام ستاری که مسئول این رو البته به دویچه وله اعلام کرده و این از طرف یک مرکز ایرانی ها هست، خانه همبستگی مهر و خانوم ستاری مسئولشون گفتن علت این که نام دکتر محمد مصدق بر روی این درخت گذاشته خواهد شد اینه که ایشان بانی دولت ملی بود در دوران حکومت او. انواع آزادی ها از جمله آزادی مطبوعات، تظاهرات، قلم و غیره عملی شد. مصدق در این رابطه قوانین را تصویب کرد که ما می توانیم از او به عنوان معمار جامعه مدنی ایران نام ببریم. جامعه مدنی در دوره او گسترش پیدا کرد و حمایت شد. مصدق به دموکراسی پارلمانی معتقد بود و آن را اجرا کرد. لیبرالیسم از نوع ایرانیش را عملی ساخت. او به انتخابات آزاد معتقد بود و برایش مبارزه کرد و تمام این اقدامات را با شیوه مسالمت آمیز و با پرهیز از خشونت پیش برد. او هم با حقوق شهروندی ایرانیان از آزادی دفاع کرد. دکتر مصدق یکی از معلمین بزرگ آزادی حقوق بشر و ایجاد جامعه مدنی در ایران است. به این دلیل و به احترام همه این اقدامات افکار ما امسال را به نام دکتر مصدق نامگذاری کردیم. البته این درخت قرار هر سال نام جدیدی بر خود داشته باشد. اطلاعی دوم که خدمتتون میخوام اعلام کنم 17 سخنرانی بهرام خان مشیری در اورنج کانتی هست که هست مروری بر مقاومت‌های قهرآمیز و فرهنگی ایرانیان بعد از حمله اعراب، زمانش یک شنبه 19 می 2300 هست. تهیه بلیط ورود به سالن ساعت 3 تا 4 تشریف داشته باشین. شروع سخنرانی 4 بعد از ظهر فردا یک شنبه در اورنج کانتی. پایان سخنرانی 8 4 ساعت، واقعا خیلی طولانیه. حالا یک تنفسی هم بین میدن. بعد آقای مشیری بهترین جوهره وجود شد در این سمینار ها میگذاره، به ویژه بخش پرسش و پاسخ. و غالبا باید بگم واقعا، چون خودشون شاید نگن، همیشه بعد از این سرگیجه میگیره، فشار خونش میره بالا، چون خیلی تمام مطالب واژه به واژه این در گرانبها بدون حشو و زوائد. و این مرد 4 ساعت بر روی پا. و واقعا امیدوارم دوستان این برنامه ها رو ضبط کنن. اینا برنامه های تاریخی خواهد بود، نه اینکه بنده از روی تعصب بگم، یک واقعیت تاریخی است و زمان میگن ثابت میکند، اما ثابت کرده هست در زمان خود آقای بهرام خان مشیری. مکانش هست در همون جای همیشگی، 2575 مکیو وی. خواهش میکنم قلم و کاغذ داشته باشین، من شماره تلفن رو هم اعلام میکنم. در ایرواین کالیفرنیا 92614. و این کمیته برگزار کننده سخنرانی های مهندس بهرام مشیری. برای اطلاعات شماره 949-551-9272 949-551-9272 سخنرانی مهندس بهرام مشیری در اورنج کانتی، مرور بر مقاومت‌های قهرآمیز و فرهنگی ایرانیان بعد از حمله اعراب. بسیار خوب، به به، ما وارد این انتخابات شورانگیز چندمین 11مین و ایرانی‌ها هر 4 سال یه بار میگن انتخابات، انتصابات در واقع.
حالا این انتصابات هم این یه نفره میگن تصمیم میگیره، من که باور نمیکنم. یعنی مردم ایران همه دربند همین یه نفر آقا مولا اون بالا شدن؟ من فکر میکنم قدرت ها تو ایران تقسیمه. درسته که اون ولایت فقیه در اونجا قدرت کله، اما مثل نظام گذشته، ضعفی که نظام گذشته داشت همه چی در دست اون بالا بود. یعنی وقتی که شاه از ایران رفت، ارتش پاشید، سازمان امنیت پاشید، یعنی همه پاشیدن. ولی الان اگر آقا سقوط کنه، که همین آقای خامنه ای هست، کمان که خمینی هم رفت، سقوط نکرد نظام، نهادهای مختلف درست کردن، سپاه پاسداران هست، ارتش هست، ده ها نام مذهبی و غیر مذهبی اینا دارن و اینها امپراتوری های مختلف درست کردن. اینا در واقع یک نوع خانخانی از شکل ملاییش درست کردن در ایران. با سقوط این آقا و دستگاهش، دستگاه های دیگر سقوط نخواهند کرد. درسته که حالا همه حرفا رو میگن آقا تصمیم میگیره، ولی یک شریان اصلی ایشون هست، اما این قدرت تقسیم شده. یعنی سپاه هر وقت بخواد میتونه اگر تصمیم بگیره بر آقا هم سوار بشود، اما این آقا قدرت رو طوری قبضه کرده که جاسوسهای خودش رو گذاشته در نهادهای مختلف و اگر بخوان اعضای از داخل این نهادها تبانی بکنن، تشکل داشته باشن، بخوان کاری برای مردم ایران انجام بدن، اون جاسوسان آقا یا طرفداران و نوچه های آقا زیراب میزنن. کمان که دیدیم در چند سال اخیر خیلی از این سپاه پاسداران سردارانشون یا سربنیز شدن یا جابجا شدن یا زندانی شدن. اما من معتقدم که اگر این نهاد ولایت فقیه بیفته یا آقا مثلا فردا ترور بشه، مملکت نمی پاشه، باز تو دست خودشونه، باز تو دست خودشونه. این خواست مردمه که به کدام طرف این موج رو ببرن. همیشه باز معادله مردم هستن، کدام طرف موج رو ببرن، دوباره به طرف استبداد ببرن، به طرف آزادی ببرن، به طرف مذهبی ببرن، به طرف. الان صدای مردمه، هرچند که زیر خاکستره، هرچند که تظاهر و تجاهل میشه به اینکه نمیشنویم و درست نیست، ولی که الان مردم ایران باز یک فرصت بزرگ تاریخی در دستشونه و شیونها هم به راه افتاده که اگر دو نفر بیان، نمیدونم مشرایی و رفسنجانی، آقا رو کتبسته میخوان تحویل امریکا بدن. چه خوب، ملت ایران کتبسته میخواد اینو تحویل زندانهای ایران بده، نه به امریکا. ولیکن این که ما فقط چند تا انتخاب داریم، چند تا رنگ، خاکستری میخوای قهوه‌ای یا سرمه‌ای، حالا سرمه‌ای میخوای، قهوه‌ای میخوای، خاکستری، حالا این رنگ ها عوض بشه. این آدم ها هم همین ها هستن، همین یه تعداد هستن. ما انتخابی نداریم، انتخابی ندارن مردم داخل ایران. اما اینکه عده‌ای از خانوم ها از داخل اطلاعیه دادن برای آقای خاتمی تشریف بیاورید، آقای خاتمی تشریف بیاورید، من نمیدونم، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. این نظام که آدم نمیدونه زن رو، مگه زنها اجازه انتخاب شدن دارن در ریاست جمهوری؟ چند خانوم شرکت کرده بودن فرمالیته، اولین کاری که کردن این خانوم ها رو حذف کردن. مگه خانوم ها رو داخل آدم حساب میکنن که حالا سنگ به سینه میزنن، اطلاعیه میدن و پتیشن میذارن و درخواست میکنن آقای خاتمی بیاد؟ برای امتیاز خودشون زنها باید یه خورده سنگ به سینه بزنن؟ درسته ایدئاله، درسته نشدنیه در حال حاضر، اما به صرف این که این نشدنیه، همین اتفاقی هم که در ایران برای زنها افتاده، جماعتی کردن که نشدنی و شدنی انجام دادن، رفته رفته، ذره ذره. باید بالا فکر کرد، باید در نهایت فکر کرد. ولی خب همین کشورم وقتی که 13 ایالت بود در دست امریکا، انگلیس، مقایسه این جنگ های استقلال، خیلی راحت انگلیسی ها میتونستن بگم با هم کنار بیام، نه حجاب اجباری میکردن، نه تو سر زنها میزدن، نه خیلی هم دموکرات میگفتن بیان حالا با هم. ولی
یک جای گلادیاتورهای جامعه نیستن، میگن نه باید حق رو گرفت، خون باید ریخت تا نهال سبز بشه اگر با آب نمیشه. کشورهایی که به این آزادی رسیدن، زنهایی که به این پیشرفت رسیدن، به کم قناعت نکردن. حالا تو ایران هر سال این خانوما یه دین میافتن جلو آقای خاتمی بیاد. اون موقعی که جوان بود و 22 میلیون رأی داشت و همه چی، چه غلطی کرد که حالا بخواد بیاد بکنه، حالا بخواد غلطی هم بکنه. اگرم اینها بخوان راه رو باز کنن برای مردم ایران، چون فکر من دیگه چاره ندارن، تاریخ بریده، تاریخ مصرفشون فرا رسیده، تاریخ در یک جا میبره و الان در ایران بریده. مهم نیست کدومی که از اینا بیان، حتی انتخابی آقای خامنه ای هم بیاد، مردم کارشون میکنن. تاریخ بریده در ایران، دیگه نمیشه به اون شیوه حکومت کرد. میپاشه، حالا یا عاقلانه میپاشه، یا با خشونت میپاشه، یا با فرمی که بخوان تجزیهش کنن میپاشه، به یک شیوه نمیمونه. حالا مثلا آقای خاتمی بیاد این کار رو بکنه، خب یه خروس هم بیاد اگر بهش همین قدرت رو بدن این کار رو انجام میده. من نمیفهمم خانم ها توی میون چی میگن. خیلی عذر میخوام، یک بار دیگه میگم، این نظام اصلا زن رو داخل آدم حساب نمیکنه، ولی رأیش رو میخواد. چرا خودتون نمیگین که خانم ها رئیس جمهور بشن؟ مگه این همه خانم با کفایت نیستن؟ چرا اصلا اطلاعیه میدین، داخل میشین، یه جا اعتراض کنین، یه جا بکشین عقب، یه جا بیستین سکوت که بفهمه تاریخ، بفهمه اینا، بدونن که زنها قهرن، وا نمیدن. در دوره قبل حالا یه سری راه باز شد، زنها خواسته های خودشونو ادا کردن، از اون نظر بد نبود، چون آقایون گفتن خانوم ها بله بله خیلی خوب بود، راه رو باز کرد. ولی الان هیچ راهی باز نیست، خانوم ها افتادن جلو که آقای خاتمی بفرمایید. و خارج از کشورم یه ده به اصطلاح روشن فکر اینجوری، من نفهم خارج از کشور یا چی میگن، آقای خاتمی بفرمایید، شما وارد نامزد بفرمایید خودتونو تا با ما نامزدی بکنید و تا قانون اساسی اجرا بشه. این خارج از کشوری ها نمیفهمم چی میگن. آخه نباید به این حد اقل اکتفا کرد، ولا سال پشت سال پشت سال همین گونه میره. باید سطح توقع رو برد بالا، باید به ایدئال فکر کرد، به نهایت فکر کرد. مردم داخل مجبورن که این کار رو انجام میدن پشت سر این آقایون. این خارج از کشوری ها چی میگن؟ یه دن نویسنده و قلم به دست و به حساب ناجی ایران و ایران دوست، واقعا باعث شرمه که ما تا این حد قد فکریمون کوتاه شده، اما زبانها دراز، قلمها دراز، صفحات سیاه میکنن. اینقدر ذهن فکری ما کوتاه و احمقانه. مردم دارن الان قانون اساسی رو دوباره در ایران مینویسن، نه اینکه آقای خامد خاتمی بیاد یا رفسنجانی قانون رو دوباره برگردونن. کدوم قانون؟ چه قانون؟ همین قانونی بود که این قانون اساسی اگر به همون شکل اصلیش بخواد اجرا بشه که باید مثل دهه 60 ده هزار بکشن، باید تجاوز بکنن بعد بکشن. الانه که یک نفر رو وقتی میکشن، گرچه خیلی ها رو مخفیانه هنوز میکشن، اما اگر صداش به بیرون برسه جامعه جهانی اعتراض میکنه و اینها یه خورد خودشون رو جمع جور میکنن. قبلا اصلا پاسخگو نبودن، حالا این سیستم و این نظام هی دارن امامزاده میزنن. شعبه امامزاده زنی در ایران ایجاد شده، مثل شعبه مکدونالد یه فرانچایز شده. راستش شعبه مکدونالد و همبرگر فروشی، یه امامزاده جدید به نام یک آقای ارمنی. ما امام ارمنی داشتیم، امامزاده گارنیک. امام سید گارنیک علیه السلام در روستای گبسپالی، تابلو از طرف تابلو که از طرف اداره اوقاف امور خیریه شهرستان نوره. اینا جوکه یا واقعیه؟ واقعا جوکه یا واقعیه؟
یک آقایی به نام برنارد مداف در زندانی در استاک مارکت امریکا بود، یک میلیاردر بود و خیلی ها رو ورشکست کرد و بیچاره کرد و دروغ گفته، اینو به 150 سال زندان محکومش کردن، میلیاردر. الان دیروز در زندان نشون میده که با یک کوارتر زنگ زده به سی ان ان گفته که من رو من پول ندارم و ماهی 40 دلار بهش میدن. کارش تو زندان شده که تمیز کردن و تعمیر کامپیوتر تلفن. این سیستم در اینجا سیستم سرمایه داری که اینقدر میگن توش فساد هست، همه چی هست، ولی وقتی گندش در میاد این گونه یک میلیاردر میره زندان. اینها همینطور هی داره حق و بازیاشون رو میشه باز دوباره. حالا یه دوستی میگفت حالا دست اینا رو میشه، حالا دست فلان تلویزیون که تازه اومده رو میشه. گفتم تازه وقتی دستشون رو میشه بازارشون داغ میشه. دست رو شدن که مثل اینجا، مثل امریکا و کشورهای دموکراتیک نیست، دادگاه داشته باشه، سر صدا داشته باشه. الان ببینید خیاط تو کوزه افتاده، خود اداره مالیات امریکا که همه میلرزن، از پلیس بیشتر میترزن، از اداره مالیات در میزان اتهامه که تو تخطی کردی از قانون، رفتی پشت یک عده‌ای که خودت دموکراتی، رفتی پشت یک عده‌ای که مثلا دموکرات نبودن. حالا میخوام بگم اینها باز ما این میریم رأی میدیم، خانوما چی میگن؟ چه چیزی رو به شما دادن در این 30 سال جز این که خود خانمو؟ تا این خانمای چادری، این خانمای روسری دار، اینها همونهایی هستن که بیشترین کوچکترین قدمی برای آزادی زن ایرانی بر نداشتن. اینها مردا رو از پشت صحنه حمایت کردن، در جنایت اینها سهیم بودن و هنوزم که هنوز همینا هستن که نامه می نویسن. ولا زنان اصلی ایران اینا سکوت کردن، اینها هنوز دارن حرکت های مدنی انجام میدن، دین بزرگی به فرزندان ایران دادن. ولی حساب این دو گروه رو باید جدا کرد و نگاه کنید، ما فرزندان غیور ایران، کودکان کار، خیلی معذرت میخوام، این اکثر خدمتون نشون میدم، واقعا دل انسان ریش میشه و دیوانه میشه. این کودکانی که میبینه بدون سرپرست یا با سرپرست، سرپرستشون دیگه یه قلدریست که پول اینها رو میگیره، پدر مادرهای موتا، جامعه هست که به این سو کشیده شده و این بچه ها واقعا در معرض نابودی هستن. نمیدونم چند سال این بچه ها عمر خواهند کرد، چند سال این بچه ها، ببین چگونه داره درس میخونه. به اینها تجاوز میشه، به این کودکان همه جور ظلم میشه و من تعجب میکنم این بچه هایی که صبح بلند میشن با روشنایی روز تا غروب آفتاب، پاهاشون خشونت خاک، دستهاشون خشونت دستگاه، اینها قالی میبافن، در کارخونه ها کار میکنن، بازی نمیکنن، کتاب اصلا نمیدونن زن. اینا چگونه این همه چهره های شادان و خندان و زیبا و صلح آمیزی دارن؟ آیا دارن به زندگی میخندن، به دشمنی، به دشمن میخندن، مقابل دشمن خشونت که زندگی باشه که برای اونها به این نحو نکبتبار و سیاه رقم خورده، به این میخندن؟ با این دید تفکر بهش نگاه میکنن این کودکان برجسته ایران؟ ما برای در یه همچین موقع انتخابات به جای که آقای خاتمی تشریف بیارین و 30 تا خانوم امضا کنن و یه ده آقا از خارج کشور، این موقعیتیست که داغ قضایی همه به اخبار توجه میکنن، باید خواسته ها رو بنا کرد، بیان کرد که ما این خواسته ها رو میخوام، مهم نیست کدوم جلادی بیاد، این مشکلات درون ایران باید حل بشه، باید حل و فصل بشه، باید زدوده بشه. ایران لیاقت و لایق چنین ننگ و نکبت سیاهی نیست. یک کشور ثروتمند، یک کشور تاریخی، یک کشوری که هنوز با عدم وجود تحریم ها داره کمک میکنه فراوان از لحاظ نظامی به طرفداران خودش. ما باید خواسته ها رو بیان کنیم در اینجور مواقع. ضایعات اجتماعی رو، بیچارگی های انسان ها رو،
این دستش، ببینید سیاهی دستش و صورتش، دستش رو فرصت نمیکنه بشورم، صابونی نیست، محلولی نیست، فرصتی نیست، با همون دست غذا میخوره. آخه اینا بچه هایی رو، و صورت این بچه رو نگاه کنید، در خشونت اینها بزرگ میشن. بیل و کلن باغبان یا کارگرهای زیر 10 ساله. آقای خاتمی شما تشریف بیارین قدم رنجی، به من از این خارج از کشور یا نمیفهمم. چند تا از اینا از دوستان ما هم هستن، یعنی رسل و ملک داریم. من یکی اصلا تصمیم گرفتم تو صورتشون نگاه نکنم، چون اصلا نمیفهمم. برخلاف اون ظاهری که خودشون رو خیلی دموکرات نشون میدن و حرفای گنده گنده و پرتشدید میزنن، شعور اگه شعور داشتن به جایی که تشویق کنن آقای خاتمی تشریف بیارین در چنین موقع انتخابات، خواسته های مردم ایران رو بر مطرح میکردن. چون مهم نیست که بیاد آقای جلیلی بیاد، آقای قالیباف بیاد، آقای یک سری مسائل در ایران باید حل بشه، اگر نشه خودشون تیکه پاره میشن. مهم نیست کدومی که از اینها بیان، هر کدوم بیان اونی که باید بشه خواهد شد توسط مردم و فشارهای بین المللی و اینها دیگه بریدن. اما با تمام، میدونی که یک جانی هم تا لحظه آخر با تمام قدرتش سعی میکنه که از سلاح خودش استفاده کنه. و این همه ایرانی خارج از کشور، این همه ایرانی خارج از کشور که داره گریه میکنه، عاشق ایرانه، عاشق ایرانه. شما فکر میکنید این بچه ها رو همین الان اگر ایرانی های خارج از کشور میخوان بدونن اینها کجان، برن بهشون کمک کنن، نمیدونن چگونه. این 5 یا 6 میلیون ایرانی که به خارج از کشور اومده واقعا مهره های حساس و انسانی بودن. حقوق در یک سیستم های حقوق بشری، به واقع حقوق بشر رو به بهترین نحو خودشون در داخل خانواده ها و در محیط کارشون اجرا کردن. اینها با جون دل حاضرن به ایران برگردن. هفته گذشته با یه خانم در بلژیک سو گریه میکرد، میگفت گاهی میشینم خودم و شوهرم، ما اینجا مشکلی نداریم، خونه داریم، زندگی داریم، بچه ها اون بهترین مدرسه میرن، ولی می گریه میکنیم برای ایران. ما مال ایرانی، ما اینجا مهمانیم، همه ما، خود من اینجا 34 سال بودم، ما اینجا مهمانیم، من رویان با ایران هنوز میخوابم. بابا این یه مرض با شیر رفته تو جون آدم، نمیاد، نمیاد بیرون. با مرگم نمیدونم بعد از مرگ برون خواهد شد یا نه این عشق. ما مال اینجا نیستیم، همه در اینجا راحت زندگی میکنیم از لحاظ اقتصادی در یه حد متوسط، مشکلات داخل ایران رو نداریم. اما این عده تعداد زیادی برمیگردن و خوشبختانه اون موضوع که 10 سال پیش فکر میکردن بچه ها در اینجا حل میشن، خیلی از فرزندان این نسل که در اینجا متولد شده با کوشش خانواده ها و این جامعه ایرانی به ایران فکر میکنه، رزومه هاشون رو در مدرسه راجع به ایران می نویسن، شروع کردن رسانه های ایرانی گوش کردن، موسیقی ایرانی، دوست دارن به ایران برن و ایران و اون کشور ها. الان CNN رفته خبرنگار فرستادی داره می روی تو کشورهای اون منطقه، لیبی و نمیدونم مراکش و فرهنگ منطقه خاورمیانه بسیار زیباست. حالا بگذاریم از این تندروی ها و از این رادیکالیسم ها، فرهنگ بسیار زیبایی داره و جالبه برای غربی ها. ما فرهنگ زیبایی داریم، به چه دلیل باید غربی بشیم؟ به همین دلیل بچه هایی که در اینجا متولد میشن هم از طرف خانواده هم از طرف فرهنگ عمومی بخشی یک زیبایی و جذابیتی فرهنگ خاورمیانه در سطح جهانی یاری از خودش عرضه میده. در کنار تروریسمش هست، از این طریق مردم کنجکاو شدن بدونن این فرهنگ ها چه ریشه هایی دارن و دارن زیبایی هاشو درک میکنن. ماها بر میگردیم، ایرانی ها بر میگردن، ایرانی ها زیر بال پر این فساد و ریختگی رو، اون خانه ریخته رو کمک خواهند کرد در کنار ایرانی های دیگر و ایرانی ها بدانن که میلیون ها ایرانی باز خواهند گشت و با جون دل کمک میکنن که کشور ساخته بشه. نه نیاز مالی دارن، نه آتش قدرت دارن،
هیچ کدوم. خب اجازه بدین امیر جان، با توجه به اینکه ما 5 دقیقه هم وقت کم داشتیم، چه مقدار وقت دارم؟ 15 دقیقه وقت دارم عزیزم، 15 دقیقه. اجازه بدین امروز یک مخترع دیگر رو خدمتتون، ما مخترعین و دانشمندان خانوم رو خدمت شما معرفی میکنیم در سطح جهان. ببینید، نیاز همیشه به هر حال اختراعات رو به وجود میاره. روزی هم که بشر به وجود، نه خونه بود نه چیز، مردها میرفتن به شکار و زنها میدیدن باران میاد، برف میاد، باید بچه ها حفاظت کنن. خب از غار نشینی آمده بودن بیرون، خب غار یک حفاظی بود، ولی یواش یواش زنها به فکرشون رسید که از این چوب درختان بیان کلبه درست کنن و بعد چگونه غذا بخورن، چنگال و قاشق و میز و تخت. و همین گونه بشر یواش 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 از همین آلات و ادوات طبیعت استفاده کرد، خانه سازی و لوازم خانه سازی درست کردن، اختراع اختراع اختراع. ما رسیدیم به 2 قرن اخیر در واقع که دیگه صنعتی شد جهان، در واقع از انگلیس هم آغاز شد و بعد در اروپا انقلاب صنعتی در قرن 19، اواخر قرن 18 و قرن 19، و ما میبینیم در اواخر قرن 19 خیلی اتفاقات افتاده. خدمتون گفتم این وسیله حمل و نقل، ماشینی که ما میریم و میام، این برف پاک کنش که به نظر ما مسئله نیست، ولی خیلی مسئله بود. در زمستان در زیر برف، بار بوران، اصلا امکان نبود. یک خانم اختراع کرد. چرا؟ یک خانم، مری اندرسون. هفته گذشته خدمتون گفتم که میرفت از آلاباما به نیویورک، دید راننده ها پیاده میشن با دست، این که نمیشه. اومد نشست، فکر کرد، ترس زد. در سالی که 1902 دستگاهی اختراع کرد، از داخل ماشین فنری بود، یک رابر، یک پلاستیک بهش بود که با تکان دادن این برف و آب و بارون رو پاک میکرد. خب این پیشرفته شد و رفت و تا به اینجا رسید. حالا این مردم همه با دست ظرف میشستن، با دست خیاطی میکردن. چرخ سینگر، من یادم چرخ خیاطی هم در قرن 19 اختراع شد. یک این موضوع ماشین ظرفشویی، همه با دست ظرف میشستن. یک خانومی از ایلینو، یک زن بسیار ثروتمند که بعد از ازدواج با شوهرش منشن بزرگی هم داشتن، خانوم جوزفین کوچرین، کوچرین فامیل همسرشه، جوزفین کوچرین، 1839 متولد شد، 1913 فوت کرد. ایشون مخترع ماشین ظرفشوییه، ایشون مخترع ماشین ظرفشوییه. خب این خانوم گفتش که خیلی زن مستقلی بود، گفتش که اگر کاری رو میخوان صحیح انجام بده، خودتون باید انجام بدید. وقتی که ازدواج کرد، در یک منشن، در یک منشن بزرگی زندگی میکردن و عاشق پارتی و مهمونی بود، و چینی هایی که به عنوان ظرف میگذاشت تمام چینی های قرن 17 بودن، همه آنتیک بودن. خدمت گزاراش وقتی که خودشون رو نشون بدین عزیزم اول، تا من بعد برسیم به اختراع ماشین ظرفشویی خانوم جوزفین کوچرین. بله بله، عکسای دیگه هم ازشون داریم خدمت شما. میدید که این ظرف های به این گرون قیمتی، یک روز متوجه شد که لبه‌هاش پریده. این خدمتکارا که ظرف ها رو می شستن بعد از مهمانی، لبه های این ظرف های بسیار گران قیمت پریده. به قدر عصبانی شد و ناراحت که ممنوع کرد که کارگراش دیگه ظرف ها رو بشورن. اما چون مهمانی زیاد داشت، این شوهرش هم یک دموکرات بود، یک سرمایه دار بود، البته شوهر میخاره بود و بعد در اثر میخارگی هم از بین رفت، ولی این خانم به اختراع خودش ادامه داد. گفت من باید دستگاه ماشین ظرفشویی اختراع کنم. چطوره که مردا این کارو نکردن؟ یه روزی قهوه‌ام تو دستش بود، پا میشه میره در یک کتاب فروشی و اونجا یه مقدار تحقیقات میکنه، یک باره به ذهنش میرسه، میاد دستگاه اختراع میکنه. حالا میتونید از زمینشون بدید،
که از سیمهای مختلف، رگهای مختلف و یک ماشین در واقع زیرشه و آب رو، البته این مکانیکی بود، باز با دست بود، هنوز لوله کشی نشده بود و هنوز برقی نبود، که ظرف ها رو میذاشت در این ردیف ها و توسط یک دستگاه دیگه که در زیرش پمپ آب رو میزد، آب و صابون میزد و این ظرف ها رو میشست بدونی که دست بهش بخوره. خب این اولین اختراع بود، این خیلی مهم بود، خیلی 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 این دستگاه مهم بود و این خانم دیدش که این دستگاهش رو نمیتونه به مردم ارائه بده، برد به هتل ها و در واقع در سال 1870 بود که موف کرد، فهمید که موف کرد به اون منشن با همسرش و دیدش که این موضوع نمیتونه اینگونه پیش بره. به هر حال وقتی که ایشون دستگاهش چگونه است، اینها رو داخل میذارن روی رکا و یک چرخی زیر این هست که این موتور وقتی که میچرخه این چرخ رو میچرخونه و آب و صابون رو میزنه و میشوره. خب این بعدا پیشرفت کرد و اینها، دستگاه خیلی دستگاه جالب و این اختراع، اختراعش رو برد به هتل، دیدش که مردم عادی نمیتونن این رو بخرن. البته به یه سری آقا نشون داد، مخترعین و اینو خواستن دستکاری کنن، گفت این آقایون فقط میخوان تو کار آدم دخالت کنه. یک زنی بود بسیار مستقل، بسیار ثروتمند و ایشون بردش به شرمن هاوس هتل این شیکاگو، گفت اگر زنی بتونه از این راهروهای شرمن هتل بگذره کارش رو انجام داده، چون همه مرد بودن. و رفت و دستگاهش رو اختراع کرد و در واقع یک 800 دلار اولین اوردرش رو برای این ماشین گرفت و این رو پتنت اینا کردن. پتنت یعنی چی؟ یعنی ثبت میکنن به نام خودشون که کسی دیگر این رو نتونه داشته باشه. بعدم در خدمت شما، بله بله اجازه بدین، قبل از این خانوم البته در سال 1850 به فکر این بودن که دستگاه اختراع کنند برای اینکه ظرف رو بشوره، ولی یه ماشین چوبی بود با دسته‌ای که میچرخوند و میشکست و آب رو به بشقاب میرسوند. چند بار این اتفاق افتاد، اما دستگاه ماشین ظرفشویی خانوم جوزفین کوترین کامل بود، شکل امروزی، البته دیگه گفتیم پمپ شدهش رو با لوله کشیش رو بعدها استفاده شد ازش. در سال 1916 کمپانیش فروخته شد، البته بعد از مرگش، چون در سال 1913 فوت کردیشون و خیلی هم ثروتمند، کمپانیش فروخته شد به کیچن اید. این کیچن اید هنوز یکی از بزرگترین کارخونه های تولید وسایل منزله و الان به نام ویرپول کوپریشن مشهور هستش. طرح دستگاه و اختراعش در واقع در سال 1886 این دستگاه رو اختراع کرد، 1893 دستگاه رو فروخت. یعنی چی؟ یعنی 13 سال بعد، در اواخر قرن 19، یعنی 7 سال مونده که قرن عوض بشه و بشه قرن 20. تا سال 1850 ببخشید تا سال 1950 هنوز عموم از این دستگاه در امریکا استقبال نمی کردن، هنوز استفاده نمی کردن. و مدلش که با سیستم لوله کشی و آب به وجود آمد تازه در سال 1920 مخترش اختراع شد. لوله کشی 1920، چون سیستم لوله کشی نبود. ببینید بشر به کجاها رفته و در عرض یک قرن و نیم چه پیشرفت هایی کرده. اینها اختراعات کوچکه ولی کلی راهگشا بوده در زندگی انسان که بتونه به مقولات دیگر زندگی سریعتر نائل بشه. و چازه 4 سال بعد، یعنی در سال 1924 بود که در انگلیس یک مخترع دیگری دیگه شکل کاملش رو که شکل امروزیه اختراع کرد. حالا این خانم
جوزفین کوترین، مخترع دستگاه ماشین ظرفشویی، در سال 1893 در یک نمایشگاه جهانی در شیکاگو، شیکاگو ورلد استار، نشون داد این دستگاهشو. ایشون پدر بزرگش هم یک مخترع بود. پدر بزرگش جان فیچ مخترع قایق بخار بود، قایق بخاری، و تازه تا سال 1970 از این دستگاه، دستگاه ظرفشویی، همه خونه ها استقبال نکردن. حالا آماری هست که تا سال 2007، یعنی همین 5 سال پیش، 62% از امریکایی ها این دستگاه رو در خونه دارن. هنوز خیلی ها با دست میشورن. خود من خیلی موقع ها ظرفام با دست میشورم، اما این انتخابم هست که این دستگاه هم در اونجا وجود داره. این خانوم از با کودکی مادرش رو از دست داد، با پدر زندگی کرد، خواهری داشت، رفت از خونه زودتر، با پدر زندگی میکرد، به یک مدرسه خصوصی گذاشته شده بود خانم جوزفین کولترین، و بعد مدرسهش آتیش گرفت و بعد پدر این رو فرستاد پیش خواهر. کودکی بسیار رنجاوری داشته و شوهرش هم که به هر حال به مواد مخدر آلوده بود و مرد، اما این خانوم راه خودش رو ادامه داد و رفت تا مرز موفقیت. این هستش که امروز این دستگاهی که ما میبینیم، دستگاه ظرفشویی که خیلی راحت هر خونه‌ای داره، این مدیون این خانوم ثروتمند زیبارو در قرن 19، سرکار خانوم جوزفین کوترین هستش. این هم یک مخترع دیگر. یک خیلی ممنون. این اطلاعات بسیار اطلاعات قطره چکانی است که ما در این برنامه میدیم. راه دیگه هم نداریم، چون برنامه من برنامه مختلف و متنوع و دایورس در واقع، و 50 دقیقه بیشتر نیست. 5 دقیقهش که از این ور اون ور خورده میشه به خاطر صحبت های آرم برنامه و خیر مقدم گوی. اما در این فرصت کوتاه ما چکیده قطر چکان اینا همه در موردشون نوشته شده، عکسایی هم هست بر روی تمبر گذاشته شده در مورد اینها، و اینها کارهای عظیمی کردن این زنان. در حالا ما 2 هفته پیش راجع به خانومهای ایرانی، دختران ایرانی که در دانشگاه ها به توسطی در آزمایشگاه ها با کمک اساتید خودشون اختراعاتی انجام میدن، و اینها در کره جنوبی رفته بودن، 29 مدال، 25 مسک مدال گرفتن. یک خانم عزیزی که در این دانشگاه آزاد کار میکرد و از ماجرای پشت صحنه خبر داشت با من تماس گرفت، گفت عزیزم اینا هر کسی که میره به این نمایشگاه ها بهش مدال میدن، لزوماً اختراعی نکرده، یکی دو تاشون چرا، و اشتباهی که دولت ایران میکنه، این بچه های ایران مدام در حال کشفن. کشف هم یه چیزیست که کشفیات شده ولی برای بهتر شدن از گذشتگان استفاده میکنن. همین ماشین ظرفشویی شروعش مهم بود که خانم جوزفین آمد و این رو اختراع کرد. دیگه بعدش که پیشرفته شد، حالا پیشرفته تر از این هم میشه. مشکل وقتی که حل بشه دیگه بعد به دنبالش زنجیره ای میاد. در ایران هم با استناد و با تکیه به پیشرفت های جهانی در حال کشف هستن، در اون حد آزمایشگاهی، در اون حد امکاناتی که در اختیارشونه. و این خانم میگفت متاسفانه دولت ایران برای اینکه امتیازات شخصی بگیره، این کشفیات بچه های ایران رو میفرسته به نمایشگاه های بین الملل. به همین دلیله که میگن در کره جنوبی از 29 شرکت کننده 25 ایرانی بودن، چون اینا نمیفرستن. اینا اختراعاتشون رو در داخل کشورها نگه میدارن، لو نمیدن به جامعه جهانی. ولی دولت ایران برای اینکه بخواد امتیازاتی در پشت پرده بگیره و روابطی خودش با این کشورها داره، بچه ها رو در واقع میفروشه. سرمایه گذاری هم که نداره که سرمایه گذاری کنه بر روی کار این نوجوان ها، بخواد این کارها رو پیش اینی که لو میده. چه بسا که هست کارهایی که جوانهای ایران، دانشجوهای ایران انجام دادن، مخترعین ایران نمیدونن چگونه ثبت کنن. دولت اینها رو در چنگ بر روش داره، همون گونه که چنگ بر روی همه چیز
داره، اینها رو به نمایشگاه های بین الملل میفرسته و لو میده، دست مغز ایرانی ها رو لو میده و اونها میگیرن این رو تکمیل میکنن. هیچ بعید ندونید یک کاری که یک جوان ایرانی امروز انجام داده و کشف کرده 10 سال بعد 15، چون کشفیات به سرعت که نمیاد بیرون، سالها میکشه تا بخوان ثابت کنن شبیهش نبوده در جایی، بعد تا بخواد ثبت بشه، تا بخواد امتیاز داده بشه، تا بخواد به بازار بیاد. میبینید که پشت شاید یک دختر یا پسر ایرانی بوده. این یک مورد. و این پتین کردن، این اختراع کردن در همه سطوح در حال گسترشه. همین اواخر این هفته شما جنجال تلویزیون آمریکا رو خانم آنجلینا جولی مستکتومی رفت، هر دو سینش رو از کند، سرطان نداشت، چون مادرش در اثر سرطان بود کرده بود. یک دانشمندی کشفی کرده، پتنتش تو دست اینه که میتونه با آزمایشات تشخیص بده که آیا این شخص ژن سرطان درش هست، چند درصد ممکنه که طول زندگی مبتلا به سرطان بشه. و در مورد خانم آنجلینا جولی 83 درصد گفت این امکان داره. در واقع خوک آزمایشگاهی شد خانم آنجلینا جولی و ایشون هم رفت اینا رو حرکت. دست سر درد نکردن که دستمال نمیبندن. حالا 83 درصد امکان داره. اولا میگه 75 درصد کسانی که سرطان سینه میگیرن اصلا هیستوری یا ژن سرطانی درش در خانوادش دیده نشده. و اینا من دیدم چه کفی براش میزنن همه رسانه ها. و این واقعا من فکر میکنم یه دزن رو دیوانه کرده که حالا کی اوباما کر میاد، کی بیمه این رو کاور میکنه. این آقا هم که این رو اختراع کرده به هر حال یه وجه جهانی پیدا کرده، حالا وقتی که پتن تو دستشه، پیشرفته بشه، تو دست دکترا بیفته، دیگه یه جراحی اضافی هر کی میخواد بره. ای من برای اینکه سرطان نگیرم به ژن سرطان، خب ژن سرطانی تو همه هست. خب خانم آنجلینا جولی میرفتی سالی با 6 ماه بار آزمایش میکردی تو که سرطان، این چه غلطی بود کردی که حالا در تمام سطح دنیا و همه یه در رو به وحشت انداخته با مخارج سنگین که من قهرمانم میخوام برای بچه هام بیشتر بمونم. اینجور جراحی ها ممکنه ساید افکت های دیگری داشته باشه، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی. میگم دستمال درد نکرده رو دستمال نمیپیچن، سر درد نکرده رو دستمال نمیپیچن. به هر حال من دیدم خیلی ها دارن استقبال میکنن و خانوما و خبرنگارا و به به آقایون هم که بیچاره ها نمیدونن، فکر میکنن که یه چیز خوبیه شاید، ولی بسیار احمقانه است. اگر کسی، خب اگر این اتفاق افتاده که الان دانشمندانی هستن دارن ژن ها رو روش طوری کار میکنن که نذارن ژن های سرطانی توسعه پیدا کنه. یکیش هم یه خانم ایرانی خودمون بود چند هفته پیش خدمت رو معرفی کردم، نذارن این سلول های سرطانی در بدن توسعه پیدا کنه. راه هایی هست که بتونن جلوی سلول های نرمال رو بدینن که سلول های سرطانی که در هر بدنی هست کم و زیادش نتونه توسعه پیدا کنه. خب این راه ها هم هست، همزمان کشفیاتی داره میشه. رفت خانم جفت سینه ها رو داد از ته بریدن و ببخشید، بعد حالا اومده و من این کار مستکنومی کردم و اون آقای چیز، حالا همه منتظرم ببینم بیمه هاشون. یه سری حالا زن ثروتمند که بخوان بیشتر عمر کنن. برها این پتنت، این اختراعات در سطح دنیا مدام در حال قلیان، در حال حالا دو قرن پیش یه چیز کوچولو چی کار کنیم که یک برف پاکن بیاد پیاده نشیم از ماشین با دست پاکن، یا چی کار کنیم با دست ظرف نشیم. نه، امروز اختراعاتی الان دارن ماشین های اختراع میکنن که وقتی میره خودش هوشمندانه تشخیص بده، جلو تصادفات رو خواهد گرفت. راننده میتونه خوابم باشه که چگونه مسافر اگر کسی راه میره خطش رو عوض کنه، نگه داره، چراغ قرمز نگه داره، ماشین دیگه بهش نزدیک میشه کنار بکشه. خب ما در این قرن و در این عصر داریم زندگی میکنیم، اما تفکر و انتخابات و ریاست جمهوری و نوع حکومت و نوع حقوق بشر رو هنوز در عصر حجره. حالا این آقایون از تمام این مواهب استفاده میکنن و این سیستم عصر حجری و این سیستم بسیار متحجرانن و متحجرتر، چون با این سیستم های جدید
بیشتر میشه تحلیل کرد، شدیدتر. بسیار خوب، وقت امروز ما به پایان رسید. امیر عزیز در اتاق فرمان، بسیار سپاسگزارم. شنبه ها 8 بامداد به وقت معلی لس آنجلس، تا دیگر بدرود. خدای طبیعت نگهدار.